مرض سگ دیوانا یک مرض ساری بین انسان و حیوان بوده که 99% کشنده ولی 100% قابل وقایه می باشد. و یگانه راه جلوگیری از این مرض مهلک و کشنده واکسین نمودن سگ ها در مقابل مرض سگ دیوانا می باشد. در سال 2017 و 2018 به تعداد 23420 قلاده سگ‌های ولگرد و خانگی در 16 ناحیه مرکزی شهر کابل واکسین گردیده است. در سال 2018 و 2019 به تعداد 26536 قلاده سگ‌های ولگرد و خانگی در شهر کابل واکسین گردید. امسال همچنان پروگرام ما ادامه دارد که تا حال به تعداد 4309 قلاده سگ واکسین گردیده است. یگانه راه جلوگیری از ازدیاد نفوس سگ‌ها عقیم‌سازی آنها با یک پیمانه وسیع می باشد. چرا سگ‌ها از بین برده نشود؟ از اینکه سگ‌ها به شکل فامیلی زندگی میکنند، اگر یک فامیل را از بین ببریم، چندین فامیل دیگر که در ساحت همجوار زندگی میکنند در این ساحت جایگزین میگردند که این گروه‌های جدید با مردم آن محل و منبع غذایی خود آشنایی ندارند. بنابراین باعث زیاد سگ گزیدگی در انسان‌ها و آزار از یه تحالی منطقه میگردد. نظر به سروی ما در حدود 28000 قلاده سگ در 16 ناحیه مرکزی شهر کابل وجود دارد. از تاریخ اول جولای سال 2019 تا حال به تعداد 4500 قلاده سگ‌های ولگرد عقیم گردیده است که به تعداد 461 قلاده آن حامله بوده. بنابراین از تولد 3280 چوچه جلوگیری گردید. به تعداد 520 قلاده سگ‌هایی که حمله آور یا امراض غیر قابل تداوی داشتند به شکل مسلکی توسط دکتر وترنران از بین برده شدند. سهم مردم در مدیریت نفوس سگ‌ها رول مهم دارد. مواد غذایی، زباله آشپزخانه‌ها که در بیرون از خانه انداخته می‌شود. تغذیه سگ‌ها توسط مردم محل ارتباط مستقیم با نفوس سگ‌های آن محل دارد. تغذیه خوب سگ‌ها باعث بلند بردن قابلیت چوچه‌آوری گردیده و نفوس آنها را در محل زیاد می‌بخشد. رویه و رفتار سگ‌های یک محل ارتباط مستقیم با برخورد انسان‌های آن محل دارد. زدن سگ‌ها با سنگ و یا دیگر اشیاء باعث خشن شدن سگ‌ها در منطقه گردیده که باعث سگ گزیدگی در انسان‌ها می‌گردد. ورکشاپ‌های آگاهی در خصوص مرض سگ دیوانه و طرز برخورد مردم محل با سگ‌ها متواتراً دایر گردیده و تا حال به تعداد 3818 شاگردان و 172 تن از استادان مکتب نواحی مختلف از این پروگرام تعلیمی مستفید گردیدند. با سگ‌ها غذا ندهید. مستقیم به چشم سگ‌ها نگاه نکنید. هنگام نزدیک شدن سگ به شما از دویدن خودداری کنید. هنگام غذا خوردن به سگ‌ها نزدیک نشوید. در حالت خواب و هنگام تغذیه چوچه‌ها به آنها مزاحمت نکنید. تشکر از وزارت زراعت، مالداری و آبیاری، پوهنزه علوم وترنری پوهنتون کابل و موسسه مهیو انیمال هوم که یک جا با ما در این برنامه کار می نمایند.